الان نرفتی، مگه تو به اونی نیستی؟ نه من خودم، مدرسه مالی اونی پولیه. پس منو تو با هم بگرد. باشه. جایی تو دختر، من که از ترس مردم. با کبرا بگم مامان. سلام خانم، بفرمایید بشینین. دلم خیلی شور زد، آخه اینجا پر از گرگه، میدونین که گرگ همه جا هست خانم. مامان کبرا رو ببین چی نازه. بگو ماشالله. ماشالله، کبرا رو ببین بازی کنی. لیلی ما دیگه باید بریم مادر. یه خوده مامان، یه خوده دیگه. خب بذاریم برن خانم، زود بر میگردم. زود برگردین ها. چشم مامان، چشم. باید بریم. به قفص زیاد نزدیک نشی. دختر خودتونه؟ بله، همین یه بچه رو دارم. خیلی دلش میخواست باغ وحش رو ببینه. فردا قراره بریم زنجان. اینه که امروز آوردمش اینجا. زنجان واسه چی؟ اونجا شهرمونه خانم. تو تهرون دیگه نتونستیم دوام بیاریم. چرا؟ اینجا چیکار میکردیم؟ خونه یکی از آشناهامون کار میکردم، ولی خب به خاطر کبرا نشد دیگه. به خاطر کبرا؟ چرا؟ واسه اینکه نمیتونست طاقت بیاره من کار کنم. میگفت از همبازیاش خجالت میکشه. اصلا این آخریا میگفت اگه تو بخوای کلفتی کنی خودمو میکشم. خب بچه است دیگه، هنوز سردگرم روزگار رو نچشیده. این اواخر از قصه تب کرد، افتاد تو رخت خواب. منم دیدم بچه‌م داره تلف میشه، کارمو ول کردم. از بچه عزیزتر چیه؟ روزم یه لقمه نون خالی هر جور باشه گیر میاد. شوهرتون زنجانه؟ نه، شوهر من خیلی وقت مرده. وقتی بچه‌م 3 ماهه بود از روی داربسته بنایی افتاد. شوهر منم همینطور، اون مریض بود. لیلی تنها یادگار اونه. با خودم عهد کردم همه زندگیمو وقف اون کنم. مامان پول بده، میخوام شیرینی بخرم. خیلی دیر شده، باید بریم مادر جون. منو کبرا چوازه با هم دوست شد. نه مادر جون، ولی دیر شده. خب دیگه خانم با اجازتون خدافظی. قربون شما جون، خدافظی کن. خدافظی. اونا الان میرن خونه خودشون، ولی ما هیچ جور نداریم بریم. اصلا من اونجا که دیشب خوابیدن نمیام، اونجا آدم از سرما میمیره. خانم اگه بخوای میتونی نمیشه بیای خونه ما، ولی آخه چرا خدا بیای، چرا خدا بیای، ما خیلی خوشحال میشیم خانم. دلت میخواد بریم؟ ولی صبح باید بریم. ما باشه میریم. بیا بابا دیر شد. آخه بخواهی بریم فیلم سسکی، باید خودم رو سسکی بکنم. جده این دستی تو اتاق اجاراش هم زیاد نیست، ارزونه، این بر من مناسبه. سلام احمد آقا چون. سلام لیلی خوشگل من. نازشو برم. سلام فرا خانم. سلام، کجا؟ والا روز جمعه از قرار من و سید کریم با یکی دوتا از بچه ها بریم سینما.
سلام خانم، ببخشید. خدا ببخشه. ببین من و کبران باید بیم سینما. کبران؟ کبران دیگه کیه نمیتونه؟ آره هاشش دوست تازمه. لیلی باز تو خودتو بی خودی دعوت کردی؟ احمد جوقا دوستمه. باشه یه روز که با کسی قرار نداشتم همه با هم میریم سینما. خب اون رازشو برم. خب با اجازتون کاری نداری؟ نه مرسی، خوش بگذاریم. متشکرم. بفرمایید. چه جوان خوبیه، خدا عمرش بده. با من خدافزی نکردی احمد آقا؟ ها؟ خدافز؟ از قول من از مامانت خدافزی. ببخش. بفرمایید، بفرمایید. این احمد آقا همسایه‌مونه. خیلی جوان خوبیه. لیلی هم خیلی دوستش داره، به ما خیلی محبت میکنه. شما با این ماشینا کار میکنین؟ چطور مگه؟ آخه اونجایی که من کار میکردم هم از اینا داشتن. اسمش چیزه، چی بود؟ تو؟ نه اسمش امپسال، از تو ماجیان خریدم. درسته. خلاصه تو اون خونه که بودم با اینا کار میکردم. اونا حتما واسه خودشون لباس میبافتن، ولی من با اینا کار میکنم. یعنی سعی میکنم پول اجاره خونه رو از این را در بیارم. هرچند الان 4 روزه پیرن رو سر کردم، ولی فرصت نکردم ببافم. شما کار دیگه میکنی؟ آره، توی شرکت ساختمانی ماشین نویسی میکنم، ولی راستش هیچ کدوم از این کارا راضیم نمیکنه. خب هیچ کس از کار خودش راضی نیست. چرا نمیشینی؟ صندلی اونجا هست، چرا روی زمین؟ ممنونم، همینجا خیلی خوبه، روی زمین راحت ترم. وای وای وای، دوست دارم قهر کنی رام نشی، دل لجباز منو نه. قربون دستت، ببخشین اون کانوا رو بده بین. چشم. شما خیلی خوب میخونین. همیشه دلم میخواستی خواننده خوب بشم. الان 2 ماهی هم هست که تمرین میکنم. ببینم خانم، میخواین از همه خواننده ها بشین که تو رادیو میخونن؟ نه مثل همه، میخوام غیر همه باشم. مامان، مامان، عروسی خوشگلم رو گرفته نمیده، شما چیزی بهش نمیگی؟ عیب نداری مامان جو، بهش بده ننه، بهش بده. میگم بیا اینو بگی، میگه نمیخواد. آخه من اون عروسکو نمیخوام، اون مثل گلفتاش. باشه کبرا جون، باشه. آدم با مهمونش اینطوری رفتار میکنه؟ تو که دختر نازی بودی. بریم بریم بازی کنیم، باریکلا بریم. ما امشب خیلی مزاحم شما شدیم. مزاحم چه؟ من و لیلی خیلی وقت مهمون نداشتیم. مرگ من به چیش فکر میکنیم؟ جون من واسم تعریف کن. فکر بد نکن گامبو، من اونو میخوام بگیرمش. بای بابا تو هم میخوام بگیرمش. الان 6 ماهی داری همینو میگی، به هوا اینکه یه نگاهی چپ بهت بکنه. هرچی پول داشتی داری واسه بچهش عروسک خریدی، ولی چیکار کردی؟ غیر از اینکه فقط روزی 3 دفعه بهش گفتی سلام. تازه معلوم نیست جواب سلام تو داده باشه. فاطمه خانم، فاطمه. او من که خوابم برد. سلام. سلام سلام خانم. تو کی این پیرهنو بافت؟ دیشب بافتم. آخه شما گفته بودین وقت ندارین اینو ببافین. ولی من راضی نبودم تو شب تو حروم کنی. کاش زودتر بیدارم میکردی. میترسم اتوبوس بره. برم کبرا رو بیدار کنم. فاطمه خانم. بله. میخوام بگم نری. نرم؟ ولی ممکنه اتوبوس حرکت کنه. منظورم اینه که یعنی میخوام بگم اصلا هیچ وقت نری. هیچ وقت نرم؟ میگم تو که کار کردن با این ماشینو بلدی. بله. خب تو خونه کار کن، منم تو شرکت. اینطوری هم وضع خونه راحت میچرخه، هم دیگه هیچ کدوم تنها نیستی. تو کبرا و لیلی رو تو خواب دیدی؟ نه. پس بیا ببین.
باید اونا رو از هم جدا کنی. نه دلم نمیاد. ایوا تو از که اینجایی مادر جون؟ پوران خانوم کجاست؟ پوران خانوم؟ رفته کلاس موسیقی. چطور مگه دختر خوشگل من؟ تو چرا تو خونه موندی؟ خب میخواستی کجا برم؟ بگو موندم غذا بپزم، بگو موندم خونه رو جارو کنم، بگو موندم کلفتی کنم، کلفتی پوران خانومو. نه کبرا، من اینجا کلفتی نمی کنم. چرا کلفتی؟ مثل همون خونه که قبلا بودیم. تو کلفتی، تو همیشه کلفتی، همیشه کبرا. سلام خانوما. به 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 به، خوش اومدین. ببینیم سب یه دقیقه مار تانو بذارم. آره جانم، برو بینم. من از مدرسه بعدم میاد، من مدرسه نمیرم. سلام. سلام احمد آقا. بیا اینجا ببینم لیلی چون او قدشه برم. سلام ابو احمد. سلام روی ما. شنافتم یکی میگفت نمیخواد بره مدرسه. کی بود؟ هیچکی. اما احمد عوضی شنیدین، هر دوی این دخترای خوب مدرسه رو دوست دارن. من ندارم، من مدرسه رو دوست ندارم. چرا؟ من از روپوش بدم میاد، آدم مثل کلفت رو میشه. نه جونم، آدمی که از مدرسه و روپوش بدش بیاد مثل کلفت ها میشه. سلام. خب مامان آوازی چی شد، خوب بود؟ آره خوب بود. خب مبارکه. سلام پورا خانم. سلام فاطمه خانم، بچه ها رو ببر بخوابون، خواهش میکنم. خب بریم کبرا، بریم لیلی جون، بریم. چیه؟ حالا چرا اخ کردی؟ اون نمیدونی چه حرفایی به من گفت. میدونستم اینطوری میشه. روکو پوسکنده بهم گفت اگه میخوام خواننده بشم باید من دیگه حرفشم نزن. تو باید یه همچه حرفایی بهت میزدن تا قدر حرفایی بنا بفهم. حالا دیگه بخم یا بخم؟ ده بخم بخم دیگه. خب فاطمه و کبرا پیش ما میمونن، دیگه باید یه خونه بزرگ بگیریم که واسه هممون جا داشته باشه. هیچ کدومتونم لازم نیست کار کنین، خودم کار میکنم و جا. خیلی خوبی احمد. خوبی از خودت. خب حالا تا پشیمون نشدی باید یه روز قرار بذاریم که تنهایی با هم بریم بیرون و حرفامونو بزنیم. باشه ای خدا یه وقت خب بیدار نشم ببینم تمام اینا رو خواب دیدم. این که سالمه، باز میخوای از این کار داری؟ برو بالا بابا جان، برو بالا بابا جان. خرابه. ببینم اما چیزی تو بخوای چی کار کنی؟ اون یارو تو، اونی که شرکت بهت داده بری فرنگ. آه جونت بالا بیا، بورسو میگی؟ آره دیگه، موسه چه بدونم؟ هیچی، پاراش میکنم میریزم دور، فردا میخوام جواب رد بدم. چرا؟ مگه دیوونه شدی؟ مگه بوتو پاره میکنن؟ بوتو میچست بودنه؟ من تو تهرون یه دلبستگی دارم که لنگشو هیچ جای دنیا نمیتونم پیدا کنم. فهمیدم، پوره رو میگه؟ آره، امشب همه حرفامونو میزنیم و قرار عروسیمونم همین امشب میزنیم. بعد میگم درگل برگل کردی، بعد میخوادی چه تو بلایی خودش داره؟ مامای زود بیایا. زود باش. پوره خانم شام براتون نگه دارم؟ نه فاطمه خانم، ما شامو بیرون میخوریم. بله، تلفن شما رو میخواد از رادیو.
چیه؟ اینه که همه چی رو میخواد فدای عشق خوانندگی کنی؟ من هیچی رو فدا نمیکنم. گفتم که این هم به صلاح منه، هم به صلاح دخترم. کدوم صلاح؟ به تو مربوط نیست. خیلی خوب باشه، باشه برو، هر کاری دلت میخواد بکن، الهی که به عرش برسی. منم میرم، شرکت یه بورس خارج بهم دادی، منم بگو که به خاطر تو میخواستم این بورس رو رد کنم. خواب ابی نداره، خیال میکنم همه اینا رو خواب دیدم، ولی فقط واسه دیگه دعا میکنم انشاءالله وقتی 10 سال دیگه همدیگه رو دیدیم. مادر جون کبرا چرا نمیای پایین؟ الان میام مادر. پس زود باش. تو قلبم تیر میکشه. حالا حالتون خوبه؟ آره مادر جون حالم خوبه. مامان گفتن زود بیاین تو سالن. الان مادر کبرام دیگه داره حاضر میشه. باشه فاتی خانم. اما یه چیزی جلوی مهمونا به کبرا بگین سوزی، اینطوری بیشتر دوست داره. خب خیلی من که بهتون گفتم خیلی متشکرم. این قرار داده میارم خدمت همین روزا بهتون خبر میدم. بله بیای معذرتون. خواهش میکنم. فورا خرم این کلارا یه آقای داد بیارم خدمتتون. نمیدونم دم در واسده. باشه میرم ببینم کی. اغلی رو بکر لیلی جان. لیلی خانم یه مژده بزرگ واسه دارم. چه مژده ای؟ خدای من که باورم نمیشه تو برگشت. چرا؟ باورت بشه. آدم وقتی دلش باهاش نباشه خلاصه نمیتونه هیچ جد دوام. احمد آقا خدای من این همه مدت کجا بودی احمد آقا؟ اصلا چرا اینقدر ناز شدی؟ والا نمیدونم، ولی اگه موامو میگی فکر شما ها سفیدش کرده. حالا بریم تو من به اینا معرفی کنم. بفرمایید. سلام کبرا هستم؟ آره کبرا دختر فاطمه چیره نمیام. بابا هزار ماشاءالله خونه پر برکت. من فکر میکنم دوستای عزیز هیچی نمیتونه به اندازه یا آهنگ پوران مهمونی خودمونی ما رو صمیمانه تر بکنه. نظر شما چیه؟ پوران
برای من که صاحب یک کمپانی سفر هستم تا امروز هم پول آورده و هم لذت داشته. واسه همینم امشب میخوام یکی از صفحه هاشو که از طلا تهیه کردم بهش هدیه کنم. متشکرم. منم این سفر رو به دخترم هدیه میکنم که علاقه به سعادتون بیشتر از هر چیز دیگه در موفقیت من تاثیر داشته. الو فرهاد، منم سوزی، میخوام ببینمت. نه طوری نشده، فقط میخوام ببینمت. زود بیا سر خیابونمون. چی؟ آره همونجا. زود بیا، منتظرم. خدافیز. کجا میخوای بری دختر؟ بیرون. تو که تا حالا حالت خوب بود، کیه بازم اخم کردی؟ چی؟ حالم خوبه. آخه پس چرا؟ ولم کن، بذار برم. حالم خوبه بابا، خوبم. بهتون تبریک میگم دیگران، به خاطر یه همچین مادری بهتون تبریک میگم. سلام کوچولو، منو نبوسیدی؟ برو. بهتون تبریک میگم لیلی خانم، به خاطر یه همچین مادری بهتون تبریک میگم. بهتون تبریک میگم لیلی خانم. جای همیشگی. من دیگه اونجا نمیام. منم جای دیگه نمیتونم بیام. آخه میدونی عزیزم، میترسم یه وقت میفهمی که. ببینم آقا، نکنه کسی شنت میاد و من یه جای حسابی بری. چرا فکر میکنی که برای تو باعث سرشکستگیام ها؟ اگه پدر مادرمو ندیدی، حداقل خونمونو که دیدی. فکر نمیکنم از خونه هیچ کدوم از بک و فامیل تو کم و کسری داشته باشه. تو خیال میکنی من کی هستم؟ چه کارم؟ من یه گدازاده نیستم، من یه هرزه خیابونگرد نیستم، من یه افلیجه اکمیری جزامی نیستم، من یه دختر گلپت نیستم. نه من یه دختر گلپت نیستم. من میخوام باید برم بیرون، برم برخصم، برم تو کامره ها، چون جاسینگا تو جایی که آدم های حسابی هستن. من دیگه نمیخوام تو بیابونو پرسه بذارم. خسته شدم از خودم، بیزار شدم از این زندگی، از این ماشین، از این جاده. خسته شدم. نگهدار، گفتم نگهدار. کجا داری میگی دختر؟ بایسته ببینم مگه دیوونه شدی؟ از خر شیطان بیا پایین. مرگ تو موضوعات ناموسی خیلی غیرتی میکنه، اصلا خون درستی شما میگیره. اصلا اونجا رو نگاه، اصلا تو خیابون چطوری اخه دختر گرفته؟ ده نامرد، الانه که سرش بذارم رو سینش. برو برا ببینم. ولم کن. زود باش سوار شو. بهت میگم سوار شو، سوار شو. زود بخواه ببینم. زود باش. بسر کن. سوار شو ببینم. بیام اوسا. نباش. نمیام. نفهمیدم نه، کس نالوتی خجالت نمیکشی به دختر مردم چی؟ باش دیگه سوار شو، ببینم چه مربوط نیست. چی رو مربوط نیست؟ گفتم برم شو. من برم گم شم. برا دیگه. بیام اوسا. نباش. دختر برو بالا، اینقدر آبرو ریزی نکن. برو بالا ببینم. آره میزنی نامرد. آره بابا تو میزنم. دیگه به تو گفته بزرگی کنی. ما رو ببین واسه که غیرتی شدیم. تو این دور زمان آدم نمیفهمه کیه تو. Thank you.
باشه بیا پایین. نمیام. بیا پایین. بیا. که بیا دیگه. اینجا کجاست؟ بعد میفهمی. بیا. برم کن. اینجا کجاست؟ من آوردی. بیا. من نمیام اینجا. بیا تو. نمیام اینجا. برم کن. برو بشین. فرهاد. پدر، مادر، این دختره که میبینین لوس‌ترین، نازک نارنجی‌ترین، قرقرو‌ترین دختریه که روی زمین پیدا میشه. دو تا تخم مرغ این دستش نمیتونه بپزه، یک دونه دگمه بلد نیست بدوزه، تحصیلات دانشگاهی نداره و به جز رقص و پارتی و لباس و گردش به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکنه. اما در عوض دیوانوار منو دوست داره و متاسفانه از شانس بعد منم دوستش دارم. و میخوام از شما اجازه بگیرم که با این پری روی قرقرو و لوس دست با چلفتی ازدواج کنم. اجازه میدین؟ به نظر من که دختر قشنگی. نگفتی از چه فامیلی هستم؟ از چه فامیلی هستی دختر جون؟ از هزار فامیل. واخ چه بامزه. از خانواده اصیل و بزرگیه. من خودم پدر مادرشو ندیدم، ولی خب میدونم چه جوری هن. بیا بشین پیش من دختر جون. بیا جونم بیا. خب فرهاد، باید قرار بذاری یه روزی بریم پیش فامیلای خانم کیش. باور کن پوران، وقتی که اونجا بودم همش دلم اینجا بود. دلم واسه تهرون و خونه هاش و کوچه پس کوچه هاش و تمام مردمش قنج میزد. چیز دیگه ای نبود که دلت واسش قنج بزنه احمد؟ بعضی وقتا چرا، اما فوری به دلم گفتن خفه خون بگی، غلط زیادی نکن. این کاریه که همه ما میکنیم. میگن بدترین بدی اینه که آدم با دل خودش بکنه. ببینم، تو که تا حالا این کارو نکردی ها؟ چرا؟ را کردم. منم یه دفعه غلط زیادی نکن. حالا چی؟ پشیمون هستین ها؟ تو گوش وایستاده بودی؟ نه، صداتون تا ته سالون میاد. احتیاجی به گوش وایستادن نیست. خب، نگفتین پشیمون هستین یا نه پوران خانم؟ کبرا، معذرت میخوام سوزی، بهتره بری بالا دختر جون. بله بله درسته، خیلی مزاحمم پوران خانم. خب خدافظ. رستی احمد آقا، میدونین که از اون موقع خیلی مامانی تر و تو دل بروتر شدی. اگه بعضی ها بابت بی محبتی های قدیم پشیمون بشن حق دارن. اصلا چیز دیگه است. انگار با تمام دنیا دعوا دارن. اصلا سرکش شدن، آسی شدن. آدم وا میمونه چجوری باهاشون کنار بیاد. کبرا از بچگیش همینطور بوده. کبرا اگر ایمو بگو کبرا، مهمونه یه محترمت خیلی برخورد. پس چی که برخورد؟ تو اگه جای اونا بودی ناراحت نمیشدی؟ ولی من با اونا فرق دارم. چه فرقی؟ چه فرقی؟ اونا یه عده کلفت و نوکر تو سری خورن که تو سری خور به دنیا اومدن، تو سری خورم از دنیا میرن. اونا مهمونای منن کبرا. میدونم مهمونای تو هن. میدونم غیر از اونا هیچ کس حاضر نیست باهات سر یه سفره بشینه. میدونم هیچ کس غیر از اونا حاضر باشه. اونا آدمن کبرا، ولی من نمیخوام جز با اون آدم ها باشم. تو خونه یه هر کدوم از دوستان میرم، یه عده از همین ها یا دارن ظرف میشن، اینه تو هن، اینه تو حرف میزنن، اینه تو نصیحت میکنن، اینه تو میرن. آخه چرا باید میونه همه ی آدم های دنیا تو مادر من باشی؟ آخه چرا؟ چرا؟ کبرا؟ پس مامانت هنوز از مسافرت برنگشته؟ مامانم؟ نه،
بابا مامان میخوان زودتر حرف بزنن و کار تموم کنن. کدوم کارو؟ عروسیمون دیگه. چی؟ چی شد؟ هیچی. پس پدر مادر کی برمیگردم؟ میگم هر وقت مسافرت میگم. بازم مسافرت؟ تو خواب نبودی؟ نه فقط چشمامو رو هم گذاشتم. یه پیرنم اینجا بود اومدم بردارم. کی؟ چی رو کی؟ کی باز میری مسافرت؟ ولی میدونی دیگه کی مادر؟ کی میری مسافرت؟ فردا. 10 روز برنامه خوب دارم. کاش تو هم مدرسه نداشتی با هم میومدی. همیشه همینطوره. همیشه کاش فلان جور میشد تا فلان جور بشه. همیشه من یا انتظار کشیدم که کی از سفر میای یا دلدر کردم که خدای من کی باید بری. لیلی تمام تلاش من برای اینه که یه زندگی خوب به تو بدم. ولی یه مادر خوب از من گرفتی. تو شاید یادت رفته من دخترتم. مادر این حرفو نزن لیلی. پس چی بگم؟ من این مبل و میز و کمد و اساسی و لباسو نمیخوام. من یه مادر میخوام. حتی اگه کلفت باشه من تو رو میخوام مادر. این دیگه برای امسال آخریشه. میدونم که نیست. میدونم که نیست. کجا؟ تو حیات. میخوام راه برم. به احمد گفتم تو این مدتی که من نیستم تو رو تنها نذاره. گفتم هر موقع وقت کرد تو رو با خودش ببره بگردونه. لطف کرده خانم. مادر من بود چی میشد؟ اون تو رو قد من دوست داره. همیشه خودش گفته. باشه ولی مادر من که نیست. مادر من یه کلفته. فاتی کلفت نیست. اون درست مثل مادر منه. چه فایده؟ این چیزی رو عوض نمیکنه. اون یه کلفته. واسه همین من باید پسری رو که دوست دارم گولش بزنم، بهش دروغ بگم و شایدم اصلا باش عروسی نکنم. چرا؟ واسه این که مادرت فاتیه؟ این نباید منو ناراحت بکنه. کاش فاتی مادر من بود. کاش میتونستم شبا سرمو بذارم رو شونش و بخوابم و اون با موام بازی کنی. کاش میشد صبح به صبح سرمو مثل تو شونه بزن و دایم قربون صدقم بری. اون مادر خوبیه. اون یه مادره. میدونی لیلی عیب شما اینه که خوشی زده زیر دلتو. چی داری میگی؟ من شراب خوردم تو مست کردی. خنده داره. گاهی هم از اوج خوشبختی ها ببینیم.
لیزی لیزی الان میام. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدی. آره کلافی کردی کاری که تا نتونستی تو سست کدومشون نباشه. ببین میگم اگه اون که فری گفت راست باشه چی؟ فری همیشه از این چاخانا میکنه. چاخان میکنه چیه دختر؟ سوزی دختر میکنه. اسم مادرش هم فاطمه است. نه این غیر ممکنه. امتحان میکنی؟ سنگ مو کنجی برو کنم برم ازش بپرسم. سوزی خانم شما یه دختر کلفتی؟ نه اونش با من. تو با من بیا. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. ایشون هستن. سلام خانم. سلام خانم. سلام خانوما. شما مادر سوزی هستی؟ کبرا. آره. من مادرشم. طوری شده؟ والا نه. طوری که نشده. کبرا جون. خدا وای کن سرا کجا میری؟ گمشین دختر، مگه دیوونه شدی؟ درم باز کن نیکم. درم باز کن گمشین. نمیخوام ریخته هیچ کدومتون رو ببینم. من مادر کلفت نمیخوام. مادر کلفت نمیخوام. نمیخوام. خودم تنهایی میرم. بلش کن بذار بره. خیلی آره بریم تو. خودش میاد. شما ها اینجا اومدین چی کار؟ اومدیم دنبال تو کبرا. تو باید با ما بیای. من دیگه طاقت ندارم. بی خود. کبرا کجا میری؟ میخوای منو با شما ها ببینن آبرون بره؟ بیاین اینجا ببینم چی میگین. کبرا من اومدم دنبالت. من دیگه طاقت دوری تو رو ندارم. من با شماها نمیام. من دیگه تو اون خونه بر نمیگردم. دیگه هم نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم. عجب چه سفیدی هستی ها. تو دیگه خفه شو. آخه میونه اون همه گرگ چی کار میخوای بکنی؟ من گرگا رو بیشتر از کلفت رو دوست دارم. راحتم بذاری کبرا. من بی تو میمیرم کبرا. منم با تو میمیرم. Thank you.
ببخشید خانم فلان، شما در فستیوال هم شرکت کردید؟ من برای شما چه تاجی رفتم. آخ خیلی خوب. ولی بچه‌ها ماشین بیارید. بیا. ما برای دانشجویان ایرانی مقیم فارس. ببخشید در خاطره شما این سفر چی بوده؟ حالا بیدار باشید. خب چه خبر؟ فاتیو کوبا چطوره؟ خوبه. چی؟ طوری شده؟ نه، فاطمه و کبرا دعواشون شده. کبرا از خونه گذاشته رفته. این دختره آخرش فاطمه رو دق میاره. حالا کجا رفته؟ نمیدونم، ولی فاطمه خیلی ناراحته. من که نمیفهمم اون چی میخواد. حقم داره، اون مال امروزه، من مال دیروزم. خب این خودش خیلی حرفه پوران خانم جون. به هر حال اگه بدونم حالش خوبه، اگه بدونم یکی بالا سرش رو موازه بشه، خب منم راحتم دیگه. تو خیالت راحت باشه، اون دختر عاقلیه، فکر نمی کنم جای بدی بره. واسه این کس خیلی وقت پیش این خانواده رابینسون رو دوست داشتم. من تو لیلی رو هنوز دوتا بچه 7-8 ساله میبینم که دوستتون داشتم. اما الان 7-8 ساله نیستم آقا، انگار از اون موقع خیلی گذشته. تو حرفت چیه دختر؟ هیچی، میخوام خودم باشم، فقط خودم. واسه چی؟ واسه چی؟ اصلا میتونم به مردم بگم من منم. دیگه منو به یه کلفت بیچاره‌ای که دائم چشمش به دست یکی دیگه است نچسبونن. اقلا میتونم بگم مادرم مرده. مادر تو زنده است. من مادر ندارم، اون مادر من نیست. نیست؟ چطور سفارش بدی یه مادر تر و تمیز دلوکس برات بفرستم؟ آخ کاش اینم خریدنی بود. آخه تو چته؟ باشه دختر، کاش راساسی فراموشت کنه. یه چیز دیگه، بعد از اینم یه کاری بکن اینطوری با هم روبرو نشیم. دوست ندارم کسی برام پیغام بیاره و پیغام ببره. خداحافظ. راستی فاتی خانم، احمد کبرا رو دیده؟ اون حالش خوبه؟ خوبه، خوبه. احمد میگفت سر حاله. خوب، خدا رو شکر، هزار مرتبه شکر. خب لابد اونطوری خوشبختره، خوشتره، مگه نه؟ نمیدونم، شاید. اما تو خوشحال نیستی؟ از دست مامان. از وقتی که از مسافرت اومده اصلا دیگه من نمیبینمش. احمدم دیگه دائم با اونی. بایدم باشه دختر جون، احمد که همسن تو نیست. سن چیه فاتح خانم؟ مهم اینه که من و احمد همدیگه رو میفهمیم. اگه بدونی چقدر خوبه، چقدر خوب لباس میپوشه، چقدر خوب را میره، چقدر مهربونه، اون بهترین مردیه که من دیدم. من دوستش دارم فاتح خانم، دوستش دارم. اینجا رو دوست نداری نه؟ حالا چرا اینجا؟ با یه نفر اینجا کار دارم، باید ببینمش. رسی من قرار دادم و به هر چرا؟ دیگه نمیخوام برم مسافر. با کسی دیگه هم قرار داد نداری؟ نه، شاید هم دیگه هیچ وقت نخونم. میدونی اگه 10 سال پیشی تصمیم گرفته بودی خیلی چیزا هدر نمیشون. دیگه بهتره حرفشو نزن. خیلی خوب باشه، پس من یه پیشنهاد تازه برات دارم. چه پیشنهاد؟ دیدمش. چیه؟ موضوع چی؟ هیچی، تو بلنشو برو خونه، من بعدا برات تلفن میکنم. تنها برم؟ بیا ماشین منو ببر، راجع به پیشنهادم هم فکر کن، هرچند زیادم تازه نیست. تو که هنوز نگفتی. بزن باسم قضا بپس و فقط هم برای من بخون. منم سعی میکنم شوهر بازوقی باشم و بخوندنت گوش بدم. اگرم میخوای از خوشحالی بروشی اینجا نشو، من کار دارم. بعدم میام خونه. برشو برو.
بشین اونجا، من خیلی زود برمیگردم. باشه؟ خیلی. آقا بسر، با شما باعث کارت دارم. با من؟ آره، میخوام بکرم با حرف بزنم. خب بگو. یه کمی خصوصیه. ما با هم محرمیم، هر حرفی داری بزن. آره جونی، بهتره حرفتو زودتر بزنی، زحمت کم کنی، در زمینه بزن که ما از هم دیگه جدا نمیشیم. پس خودم جدا تو میکنم، بیا. ای آقا، گفتم از هم جدا نمیشیم. منم آره. گفتم جدا تو میکنم. بیا ببینم تو کی هستی؟ با من چیکار داری؟ به تو فرهاده؟ آره. شنفتم میخواستی یه نفر بگیری ولی زدی زیرش، گفتی دختر کلفتو در شأن پدر مادرتو نیست. خب آره، این مردونگی نیست پسر چون، اومدم ازت یه مرد بسازم. چجوری؟ آها، اولا که این لباسات خیلی دلخورم میکنه، یه مرد هیچ وقت اینطوری لباس نمیپوشه. دوما یه مرد باید بدون اصالت، حقیقت و روراسیه، باید بدونی زن گرفتن شوخی نیست. رو سر و لباس و غیر اطوار هر کس نباید قضاوت کرد. روشن شد؟ سوما وقتی زن میگیری خودتی که باعث یه عمر زندگی کنی، پس اینقدر عین بچه ننه ها نباس به علف بای بابا و نرد بچسبی. چهارما، مگه دل و جون یه دختر علکی سر را افتاده که امروز میخوام فردا بگی نمیخوام و تو بزنی ها؟ اگه کلفت و دختر کلفت و کارگر حق زندگی کردن و عاشق شدن و شوهر کردن رو ندارن، تو اونطوری اون بچه رو چنف کردی ها؟ شیشما، یه مرد دستش رو زن بلند نمی کنه بچه، اگه دست بزن داری بزرگتر از خودتو بزن که دور بریاد صد تا باری کرده بهت بجام. هفتما، وقتی یکی داره کتکت میزنه همینجوری واین هست و خوشم اومد باری کرده. هفتمی رو خودت گفتی، حالا شدی یه مرد. یه مرد نباست دست به سینه وایس و کتک بخوره. فقط یه چیزی فرهاد، حالا که نشون دادی یه مردی، پس مثل یه مرد رفتار کن، مثل یه مرد زندگی کن، مثل یه مرد لباس بپوش و مثل یه مرد زن بگی. فهمیدی چی گفتم؟ اگه اون دختر رو دوستش داری، خب به جهنم که مادرش کلفته. تو خودش رو میخوای درسته؟ پس برو بگیرش. حتی اگه لازم شد جلوی پدر مادرت وایس و بگو من یه مردم بابا، من یه مردم، میخوام خودم تصمیم بگیرم. فاطمه؟ بله. باز که تو داری کار میکنی، مگه دکتر نگفته باید استراحت کنی؟ کار آدمو نمیندازه پوران خانم، قصه آدمو میندازه. حالا ببینم دواهاتو میخوری یا نه؟ آره میخورم، اگه خودمم نخورم لیلی وادارم میکنه. یکی دو روزه میخوام یه چیزی بهت بگم خوشحالت کنه. راجب کبراس؟ آه نه نه، چیز دیگه بود، حالا باشه بعدن میگم. حالا بگو، بگو چیه؟ خواهش میکنم. احمد از من خواستگاری کرده، این خوشحالت میکنه؟ پس چی؟ چرا نکنه؟ اما پس لیلی؟ به، لیلی احمد از بچگی دوست داشته، احمد همیشه واسه اون مثل پدرش بوده. چیه؟ چرا اینطوری نگاه میکنی؟ باور نمیکنی؟ چرا جواب نمیدی؟ تو میگی لیلی احمد رو دوست نداره؟ چرا؟ پس چی؟ پس چرا حرف نمیزنی؟ لیلی احمد رو مثل پدر دوست نداره؟ نداره؟ خاطرهای احمده،
نه نه فاطمه، تو حتما اشتباه میکنی. من اشتباه نمیکنم. اینو خود لیلی به من گفت. تقصیر خودم بود. خودم باعث شدم. کجا میری پوران خانم؟ میرم باهاش حرف بزنم. بله، میخوام یکم با هم حرف بزنیم. یعنی ما حرفی هم داریم به هم بزنیم؟ چطور نداریم؟ مگه ما مادر و دختر نیستیم؟ آره، اصلا یادم نبود که دخترتم. این گوشه و کنایه ها رو میزنی که چی بشه لیلی؟ با این کارا چی میخوای بگی؟ تو چرا نمیخوای موقعیت منو بفهمی؟ تو به چی میگی فهمیدن مادر؟ به اینکه بشینم و تو سر خودم بزنم و به خودم بقبولونم که مادرم یه خواننده است، من نباید ازش توقع مادر بودن داشته باشم؟ این حرفا چه میزنی لیلی؟ مگه من چه کوتاهی در حق تو کردم؟ کدوم کاری رو از من توقع داشتی و من واسه انجام ندادم؟ خیال میکنی فقط مادری به اون بود که صبح تا شب تو خونه برای دلت میشستم و رختاتو میشستم و برات غذا میپختم؟ تو فقط به این میگی مادری؟ من خودم میدونم. نه تو هیچی نمیدونی. تو نمیدونی که من خودم به هر آب آتیشی زدم به خاطر تو بوده. تو نمیدونی که اگه بعد از بابات نذاشتم حتی دست یک مرد به دستم بخوره به خاطر تو بوده. تو نمیدونی که اگه احمدو جواب کردم و با اینکه دوستش داشتم زنش نشدم به خاطر تو بوده. آره به خاطر تو. به خاطر اینکه تو زیر دست ناپدری نیفتی. حالا تو چه بندیو میگی من واسه تو هیچی نبودم؟ دلم نمیخواست هیچ وقت این حرفو بزنم. ولی حالا میگم. تو هر کاری کردی فقط به خاطر خودت کردی. رفتی خواننده شدی چون از بچگیت کمبود داشتی و تشنه پول و اسم و رسم بودی. سن احمدم نشدی فقط به خاطر اینکه میدونستی جلو دست و پاتو میگیره و مانع مثلا موفقیتت میشه. حالا اینا رو بهانه کردی که تا من حرف میزنم بگی همش به خاطر تو بوده. همش به خاطر تو. لیلی حالا نمیخواد ادای مادرای فداکارو در بیاری. من میدونم چته. فهمیدی که منم این وسط هستم. فهمیدی که منم احمدو دوست دارم و میخوام زندگیمو با اون پر کنم. حالا اومدی که مثل مادرای مهربون اول یکم نصیحتم کنی، بعدش هم زرنگی کنی و بگی که حاضری پاتو بکشی کنار و اونو بدی به من. خب معلومه، اون وقت منم باید مثل یه دختر با چشمه رو بگم که نه مادر عزیزم، این تویی که داری پاتو سن میذاری و احتیاج به پشتیبان داری، اون مال خودت. بعدش هم همه چی مثل همیشه با خوبی و خوشی تموم میشه. تو دیگه داری شورشو در میاری. تو موفق شدی مادر. ماجرا همونطور شد که تو فکر میکردی. من خودمو سنگین نگر میدارم و پامو از این وسط میکشم کنار قبل از اینکه بیشتر از این رومون به هم واز بشه و تو رو راست بهم بگی که احمد واسم فقط یه ناپدری. آره مادر، من خودم همه اینا رو میدونم. دیگه مزاحمت نمیشم. احمد مال تو مادر، اون مال تو. آخه واسه چی؟ واسه اینکه نمیتونم احمد، نمیتونم دخترمو ندیده بگیرم. پس من چی؟ یعنی من هیچ حقی ندارم؟ تو چی خیال میکنی اگه 10 سال پیش تا حالا نتونستم یه دقیقه از فکرت غافل باشم و هر دفعه یه جوری نازت کشیدم، پس مثل یه توپ فوتبالم که به خاطر دلت به هر کی بتونی پاسش بدی؟ ولی احمد. ولی بی ولی. اون از 10 سال پیشت، 10 سال اون سالی که هیچ وقت بر نمیگرده به خاطر عشق خوانندگی تو مفت به هدر رفت. حالام حواس فراکاری مادرونه به سرت زده. همه این حرفو درسته احمد، ولی این دیگه حواس نیست. اون دخترمه. خب واسه منم این دخترمه. تو از من چی میخوای؟ تو اینطوری سرما میخوری بچه، بهتره بری تو. بهتره چون با من برگردی. من باید برم، یه کاری دارم باید برم. چه کاری مهمتر از زندگیه؟ ما
بابونم منتظره که میخوای من همینطوری زیر بارون وایسم؟ خیر خواهد بریم اونجا ببینم چی میگه. من همه ی حرفاتون رو شنیدم، حق با توی احمد. احساس من همونطوریه که تو میگفتی. بیا مامان، مردت برگشت. لیلی، شما دوتا خیلی به هم میایین. حالا من میتونم ادعا کنم، به خودم ببالم که بابا و مامان قشنگترین بابا و مامان دنیا هستن. تو داری لیلی؟ نه مامان، حرفای اون روزم رو فراموش کن. فقط میخواستم دیگ و دلیم خالی کنم، میخواستم یه جوری اذیتت کنم، ولی حالا دیگه همه چی سر جای خودشه، همون جوریه که همیشه دلم میخواد. لیلی من، آه مامان، دختر خوبم. اینجا جای شما نیست. میدونم آقا، من دنبال دخترم میگردم. آره کبرا. نه سوزی جونم. نه خانم جونم، کسی اینجا نیمده. خواهش میکنم بفرمید. بفرمید بیرون، خواهش میکنم. بفرمید خانم. بفرمید بیرون. من مادر ندارم. اصلا چیکار به مادرم داری؟ مادر من خیلی وقت پیش مرده. چه خوب، پس هر موقع بخوای میتونی بری خونه. دیر زودش فرقی نمیکنه. چی خیال کردی؟ گوش کن فیسخلی، من از اوناش نیستم. من الان خونه دوستم زندگی. از چرخوزایی مثل تو هم خوشم نمیاد. من فقط رقص دوست دارم. تو اگه چیز دیگه میخوای پشت برو دنبال یکی دیگه. کجا؟ ببینم دختر کوچولو، این وقت شب باهات دعوت نمیکنه، اومدی دیگه. گفتم که دخترتون اینجا نیست. خواهد دیوار ریخته چی سلام. کی میخوای اینجا؟ کی میخوای از جون من؟ جونت سلامت باشه. هیچی. پس واسه چی اومدی اینجا؟ اومدم ببینمت کبرا. دلم واسه خیلی تنگ شده بود مادر، دیگه نمیتونستم وایسم. خیلی پرسجو کردم تا اینجا رو پیدا کردم. من مریضم کبرا، اومدم شفاگیری. تو حالت خوبه؟ اگه تو راحتم بذاری. آره من خوبم، هنوز نمردم، زندم. فقط میخوام تو راحتم بذاری، دیگه هم دنبالم نیا. اگرم منو یه جا دیدی با هم حرف نزن. اصلا تو دیگه منو نمیشناسی. باشه دخترم. چشم، نمیشناسم. تو خوب باشی برای من بسه، همین بسه. دیگه هیچ وقت مزاحمت نمیشه. پس بهتره تا کسی ندیدتیست بری. باشه دخترم. چشم. میرم. ولی چی؟ میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. بگو، زودتر بگو. میخوام بود کنم. میخوام گرمی تن تو همونطور مثل بچگی که تو بغلم میشستی و خوابت میبرد حس کنم. فقط یه دفعه دیگه. باشه بیا. دختر خوبم، دختر نازنین. سویرم نشه بگم. برای کچه.
سوز دل و قلبه رد و بدل میکنی. نگفتی چه خبره؟ این چیه؟ من کلفت این خانومم. یه وقتی پیششون کار میکردم. ببینم ننه، اگه بیکاری بیا خونه ما، ما دنبال یه کارگر میگردیم. نه مادر، دیگه مریضم، نایه کار کردن ندارم، دیگه نمیتونم. برم خوشبخت بشی. متاسفم. فکرشو بکن، اینقدر زیر بارون موندن، اونم با حالی که همش تقصیر خودم، میدونم باعث همه چی خودم. فاطمه خانم، باعث شدم که دختر جوونم از خونه و زندگیش آواره بشه. اون قریب احمد آقا، اون هیچ کس رو نداره، هیچ کس دلش واسه اون نمیسوزه، از را به درش میکنن، از بین میبرنش، همش هم تقصیر منه. نه، هیچ تقصیر تو نیست، اون خودش خواست بره. نه احمد آقا، نمیخواد دل خوشیم بدی. من دیگه رفتنیم. خب قسمت دیگه، لابد یه کاری کردم که باید اینطوری تقاص بدم. تو هیچی نیست فاطمه، تو خوب میشی، کبرام بر میگرده، همه چی مثل اولش میشه. نه پوران خانم، دیگه تمومه، ولی کاش اقلن کبرا اینجا بود تا خودم ازش حلالی میطلبیدم. درسته خیلی اذیتش کردم، همه جا صرف کندش کردم، ولی خب شاید دلش به رحمی اومد و منو میبخشید. یعنی میشه احمد آقا؟ آره فاطمه میشه، من الان میارمش پیشت، همین الان.
ای خدا. من خیلی فکر کردم احمد آقا، اومدم نشون بدم که عوض شدم. ایشالا که دیر نشده باشه. تو برو تو، من الان میام. کار خوبی کردی که اومدی. داره تنم یخ میکنه پوران خانم. انگار انگار سلام خانم، من اومدم راجب دخترتون. نه اون دختر من نیست. من کلفت اونم. من براش کار میکنم. مگه نه پوران خانم؟ مگه من کلفت اون نیستم؟ نه خانم، شما مادر هر دوی ما هستین. من میخوام با کبرا زندگی کنم. یعنی بله خانم، حالا اومدم از شما اجازه بگیرم. خدایا حالا فقط به این فرصت بده که یه دفعه دیگه بچه همو ببینم. کی بود؟ اینجا رو از کجا پیدا کردی؟ دوستای دانسینگت بهم گفتن. حالا بلند شو بری. کجا بریم؟ هی میگی بری؟ پیش مادرت. ویلکام بابا تو. من خودم حرف آخرمو بهش زدم. قرار شد ما دیگه به هم کاری نداشته باشیم. اون سوی خودش، منم سوی خودم. درست گوشت رو فاسکوشی میکنم دختر. تو باید با من بیای. مادرت باید تو رو ببینه. بی خود باید ببینه. من باش کاری ندارم. ولی اون مادرته. من مادر ندارم. اینو چجوری بگم؟ من هیچ کس رو ندارم. به خودشم گفتم. بذار اون بره کلفتیشو بکنه. من خیال میکنم که از اول مادر نداشتم. خیال میکنم بچه پرورشگاه یا خیال میکنم. ولی مادرت رو میبینه. اون داره میمیره. نه من باور نمی کنم. ولی باید باور کنی. اون داره میمیره. شایدم تو الان مرده باشه. اون بیچاره خیال میکنه باعث بدبختی تو شده. خودشو مسئول میدونه. تو باید بیای، باید بهش بگی که هیچی تقصیر اون نبوده. اینطوری اون خوب نمیشه. ولی راحت‌تر میمیره. مادرم خدایا، یعنی میشه شما و کبرا رو دست به دست بدم بعد بمیرم؟ یعنی میشه؟ دیشب دیدمش، بغلش کردم، بوش کردم. به خدا هنوزم مثل چگیاشه. به زبونه نیشدارش نگاه نکنید. اون قلبش پاکه. اون مهربونه. میدونستم نمیبینمش. میدونستم آرزو به گور میشم.
خواهش میکنم آروم باش. مامان خوبم، مامان مهربونم، تو نباید بمیری. آروم آروم باش، آروم باش. اون منو ندید احمد، اون نفهمید من اومدم. تو بهش بگو، تو بهش بگو من اومدم. اون نتونست منو ببینه، آخرش آرزوشو به گور بود. بهش بگو من اومدم، بهش بگو اومدم. دلش بگو. اون هرچه باشه کبرا تو رو دیده که اومدی، میدونی که تو اومدی ببینیش. میخوام قبل از رفتنم بغلت کنم، میخوام گرمی تن تو همونطور مثل بچگیت که تو بغلم میشستی و خوابت میبرد حس کنم. تا بوده این بوده تلخ و شیرین، بعنی اینه چرخ گردون گاهی آدم ها.